بینندگان گرامی، آنچه را که میبینید برنامه دیگری است از برنامه پرسش از تلویزیون کانال جدید که من محمد کاظمی به اتفاق همکارم سحر آزاد این برنامه را تقدیم حضورتون میکنیم. موضوعی که برای برنامه امروز براتون تدارک دیدیم عنوانش هست ماندلا و جنبش ضد آپارتاید. در 5 دسامبر امسال سال 2013 نلسون ماندلا رهبر مبارزات ضد آپارتاید آفریقای جنوبی درگذشت. او در شرایطی پا به میدان مبارزه گذاشت که آفریقای جنوبی در دست یکی از مخوف‌ترین حکومت‌های دنیا و در چنگال عده قلیلی از سفیدپوستان نژادپرست اداره می‌شد. حکومتی که رسماً از نژادپرستی و سرکوب سیستماتیک دفاع می‌کرد. ماندلا نه تنها محبوب توده میلیونی در اقصی نقاط دنیا بود، بلکه سیاستمداران و رؤسای دولت‌های سرمایه‌داری همانهایی که زمانی او را تروریست و دلغک کمونیست ها خطاب میکردند در هنگام مرگ زبان به تعریف و تمجید او گشودند. ماندلا در سال 1964 به جرم وابستگی در سازمانی که مبارزه مسلحانه علیه آپارتاید را در دستور روز خود قرار داده بود زندانی و به حبس ابد محکوم شد. منتها او در سال 1990 به همت مبارزات مردم در آفریقای جنوبی و دنیا از زندان آزاد شد و در سال 1994 به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست انتخاب شد. خب ما در این برنامه گفتگو می‌کنیم با حمید تقوایی در مورد نلسون ماندلا و نقش او در مبارزات جنبش ضد آپارتاید. حمید تقوایی در روز برفی به استادیو خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم. تحلیلتون، نظرتون راجع به جنبش ضد آپارتاید و نقشی که ماندلا در این جنبش داشت چیه؟ خب همونطور که شما اشاره کردید آفریقای جنوبی یکی از سرکوبگرترین و به نظر من ارتجاعی ترین و مخوف ترین دیکتاتوری های عصر حاضر بود، برای اینکه رسما قانونا اکثریت عظیم مردم در کشور به اسم آفریقای جنوبی رو به رسمیت نمیشناختن به عنوان انسان، یعنی از نظر حقوق سیاسی، حقوق شهروندی، حقوق مدنی کاملا تبعیض فاحشی وجود داشت بین اقلیت سیاه‌پوست که حکومت رو در دست داشت و همه منابع ثروت، سرمایه ها، کارخونه ها، به خصوص الماس میدید. آفریقای جنوبی یکی از به اصطلاح یا یکی که اولین کشور تولید کننده الماس در دنیا است و یک ثروت عظیمی از این نقطه نظر تولید میشه هر سال که این در دستمون اقلیت سفید پوست بود. سیاه پوستا کارشون کار در معادن و بیگاری کردن در واقع بود، به عنوان رسماً بردهداری قرن بیستم باید بهش میگفتیم. خب در مبارزات وسیعی علیه این وضعیت وجود داشت همیشه در آفریقای جنوبی، منتها در مبارزه‌ای که مشخصاً به لغو آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی منجر شد، مبارزه‌ای بود که در چند دهه میشه گفت میانه قرن بیست شکل گرفت و ماندلا از همون ابتدا درش نقش داشت. حتی در دوره‌ای که زندان بود به عنوان یکی از رهبران این جنبش محسوب میشد. این جنبش تونست با کمک ANC کنگره ملی آفریقا یک بُعد جهانی به خودش بده و نظرات و حمایت مردم شریف و آزادی خواه و بخصوص چپ ها کمونیست ها در سراسر جهان رو به خودش جلب کنه، حمایت اونها رو جلب کنه و بالاخره مبارزه ضد آپارتاید میخوام بگم در یک فقط در آفریقای جنوبی نبود که پیش روی کرد، بلکه در یک جبهه وسیع و گسترده جهانی تونست نیرو جمع کنه و بالاخره رژیم آپارتاید نژادی رو در آفریقای جنوبی در هم بکوبه و نلسون ماندلا به عنوان اولین رئیس جمهور بعد از سرنگونی آپارتاید انتخاب شد و به این ترتیب جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی به پیروزی رسید. ببینید در این دو سه هفته که 5 دسامبر الان ما 17 دسامبر هستیم، نیروهای مختلف چپ ها به خصوص کمونیست ها تحلیل های زیادی رو راجع به نوشته های زیادی راجع به ماندلا هستش، به خصوص چپ‌های ایرانی یه عده‌شون یه عده زیادی معتقدن که نلسون ماندلا در یک بندوبست با سرمایه‌داری داخلی خارجی به پست ریاست جمهور رسید و در اصل به
توده ها خیانت کرد. شما فکر میکنید با این تحلیل ها چقدر موافق هستی و اگر نیستید ماندلا در چه شرایط سیاسی و تحت چه شرایطی به این پست رسید؟ ببینید اون بخشی که گفته میشه با بند و بست به قدرت رسید، به نظر من این یک ژورنالیسم سطحی درش هست که تو تئوری توطئه داره، کانسپیرسی تئوری به اصطلاح، که تو فرهنگ حالا ایران بهش میگن تئوری های دایجان ناپلونی، کمیشو پشت پرده گویا امپریالیست ها دارن تاریخ رو اداره میکنن و بقیه فقط عروسک هایی هستن که از طرف دولت های امپریالیستی جا به جا میشن. این به نظر هیچ ربطی به حقیقت نداره و توضیح دهنده هیچ تحول تاریخی نیست. این وضعیت هیچ چیزی نمیشه با تئوری ببینید این در ظاهر این تئوری خیلی رادیکال میخواد علیه امپریالیسم و علیه قدرت‌های سرمایه‌داری جهانی صحبت کنه، ولی عملاً به عنوان قادر مطلق اونها رو به حساب میاره، عملاً اونها رو بزرگ میکنه، اونها رو میکنه صاحب تاریخ و گرداننده همه تحولات تاریخ و در واقع اون هدفی که ظاهراً میخواد در جهت شرکت کنه به نتیجه عکس میرسه، نتیجه بی ارادگی و بی اختیاری توده های مردمی که برای یه امر به حقی بلند شدن و از اون طرف کنترل تام و تمام و کمال به وسیله قدرت امپریالیستی. در مورد آفریقای جنوبی هم همین حرف رو میزنن، در مورد خیلی از تحولات، خیلی از انقلابات اخیر همین رو گفتن که مثلا اینکه مثلا تنتابی بالاخره در مصر به قدرت رسید از ابتدا توطئه مثلا آمریکا بود و غیره. این تئوری ها رو باید گذاشت کنار، اینا به درد شاید ستون‌های گاسیپ یا غیبت روزنامه‌ها بخوره ولی حقیقتی درش نیست. به طور واقعی اتفاقی که افتاد این بود که توده مردم اینجوری نبود که اگر مردم به حساب بعد از انقلاب، بعد از سرنگونی رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، اکثر عظیم مردم طرفدار خانه ماندلا بودن. اینطوری نبود که به نحوی از بالا تحمیل شد یا گویا اگر آزاد می‌گذاشتید مردم رو مثلا رهبر دیگری انتخاب می‌کردن. رهبر جنبش آپارتاید بود و به این عنوان هم انتخاب شد و رئیس جمهور شد در آفریقای جنوبی آزاد شده. من توتو دسیسه پشتی نمیبینم، ولی اینکه به صورت چپایی که اینو میگن توقع و انتظاری از جنبش صدا آپارتاید دارن که واقعی نیست، اونو با جنبش سوسیالیستی، جنبش کمونیستی، یک انقلاب علیه سرمایه‌داری اشتباه میگیرن. نه ماندلاش وقتی این ادعا رو داشت، نه جنبش ضد آپارتاید که میخواد مسئله کار مزدی رو در آفریقای جنوبی حل کنه، بلکه مسئله این بود که یک مانع اساسی در برابر همون لغو کار مزدی در آفریقای جنوبی وجود داشت که بهش میگفتیم که یک حکومت نشاط پرست بود، باید بر این جامعه، بر این مانع باید فائق میومد، باید این کنار زده میشد تا بتونه اون مبارزه طبقاتی واقعی علیه کار مزدی و استثمار در آفریقای جنوبی اصلا شکل بگیره. جنبش ضد آپارتاید از این نظر یک جنبش مترقی و آزادیخانه محسوب میشه، اولا به این دلیل که خب توده عظیمی از مردم رو از اون تبعیض نژادی آزاد میکنه و تبعیض نژادی رو در هم میکوبه، و نکته دوم اینکه راه رو باز میکنه برای اینکه بریم به سراغ تبعیض طبقاتی، حالا بریم اون فاصله عظیم بین فقر و ثروت و بین 99% و 1% در آفریقای جنوبی حل کنیم، که این مسئله دوم دیگه به نژاد و رنگ پوست مربوط نیست. یا اقلیت سرمایه‌داری که میتونه سفیدپوست یا سیاه‌پوست باشه یک اکثریت کارگر مزدی رو داره استثمار میکنه. این در افریقای جنوبی قبلی بود، الان هم هست. فرقش این هست که امروز اون مانع اصلی یعنی نجات پرستی و حکومت نجات پرست کنار زده شده، معلوم شده دعوا بین سیاه و سفید نیست، دعوا بین کار و سرمایه است و طبقه کارگر افریقای جنوبی این فرصت و این شرایط رو پیدا کرده که به خودش شکل بده و با پرچم سوسیالیستی به میدون بیاد. ماندلا اهل این مبارزه نبود، ادعایی هم نداشت، اینجا هم نبود نقشش رو ارزیابی کرد. ماندلا رهبر جنبش ضد آپارتاید بود و نقشش کاملا نقش مثبت، مترقی، پیشروی بود، به خاطر اینکه نژاد پرستی رو از آفریقای جنوبی جمع کرد و شرایط رو به وجود آورد که حالا تازه بشه بر علیه تبعیض طبقاتی و فاصله عظیم بین فقر و ثروت در آفریقای جنوبی جنگید. ماندلا خودش رهبر این جنگ نبود و از این نقطه نظر نمیشه ارزیابیش کرد و جایگاه تاریخیش رو بررسی کرد. به عنوان یک رهبر آفریقای، رهبر جنبش ضد نژادپرستی، یک رهبر به نظر من
موفقی بود، پیشرویی بود، مترقی بود، تونست اون مبارزه رو پیروز کنه. و به خصوص من این نکته رو میخوام اشاره کنم، بعد از پیروزی اجازه نداد ماندلا مسئله بین سیاه و سفید باقی بمونه، مثلا به نوع انتقام گیری از سفید پوستا یا اعدام های وسیع سفید پوستا یا حمله به سفید پوستا، که ممکن بود. یعنی اینقدر احساسات ضد سفید پوستی در افریقای جنوبی به دلایل قابل فهمی وسیع و عمیق بود که هر رهبر دیگه ای میتونست تو این چاله بیفته و مسئله رو از اون طرفی بکنه. حالا یعنی حالا نوبت به اصطلاح حمله سیاه پوستا به سفید پوست است. ماندلا این رو اجازه داد و به این نحوی در واقع تونست واقعا این تمایز و اختلاف و تبعیض فاحش بین سیاه و سفید رو کنار بگذاره، صورت مسئله رو اصلا کنار بذاره و مسئله الان به طور واقعی در آفریقای جنوبی مبارزه بین کارگران و سرمایه‌داران از هر رنگ و نژادی. ببینید اجازه دیگه مقداری تحلیلی تر به جنبش ضد آپارتاید بپردازیم. تو جنبش ضد آپارتاید خامتون خودتون گفتی یک جنبشی بود علیه نجات پرستی، منتها در درون خود این جنبش گرایش سوسیالیستی واقعا یه گرایش ضعیفی نبود، یه گرایش قوی بود و خود ماندلا در حداقل در یک مقاطعی یک ارتباط نزدیکی داشت با حزب کمونیست آفریقای جنوبی و خودش 27 سال تو زندان بود، زندان‌های با شکنجه‌های وحشتناک. فکر می‌کنی ولی خب به هر جهت این موقعی که به پیروزی اومد همینطور خودتون گفتین ادعایی نداشت که می‌خواد سرمایه‌داری رو از بین ببره، ولی در مجموع که ما در نظر می‌گیریم چرا ماندلا با اینکه 27 سال تو زندان بود در ارتباط نزدیک با جنبش کمونیستی بود، تحلیل به کسایی مثل نلسون ماندلا و رهبران حزب کمونیست چی بود که اینا نهایتا مماشات کردن و الان وضعیت آفریقای جنوبی به اینجا کشید؟ مسئله سر همون جنبشی که مثلا به خودش بهش میگید کمونیستی، حزب کمونیست آفریقای جنوبی یا بسا گرایش کمونیستی در همین جنبش ضد آپارتاید به قول شما از نوع کمونیسم دوره جنگ سرد و کمونیسم به اصطلاح طرفدار سنتی شدن، طرفدار رشد، طرفدار استقلال، طرفدار به اصطلاح رشد صنعت و تکنولوژی و غیره بود. این کمونیسم نوع روسی بود که کلا رای رشد غیر سرمایه‌داری به اصطلاح نسخش بود برای کشورهای جهان سوم. آفریقای جنوبی به این معنا جهان سومی نبود چون سرمایه‌داری پیشرفته درش بود. منظور مثلا اینه که مسئله اصلی در جامعه اون چیزی که مبارزه طبقاتی سرش حاد میشد و روی میز گذاشته میشد نجات پرستی بود به درست، چون تا وقتی بود حکومت نجات پرستی که از نظر علنا قانونا رسما نجات سیاه پوست رو انسان حساب نمی کرد سر کار بود، جامعه خانه ها معطوف به این میشد و مبارزه طبقاتی حول این برجسته میشد. کمونیست هم که حول این جمع میشدن در واقع آماری فراتر از این نداشتن، درسته به خودشون میگفتن سوسیالیست، ولی میدونیم در خیلی از کشور جهان سوم سوسیالیست هایی بودن که وقتی یک کمی خراش میدید سوسیالیستشون رو میبینید که میدیدید میرسید به رشد ملی، صنعت، گسترش به اصطلاح کار و تولید در جامعه و غیره. این وضعیت در آفریقای جنوبی هم بود. این کاملا ممکن بود که کمونیست های از نوع کمونیست کارگری، یعنی از نظر نظری و تئوریک ممکن بود که رهبر جنبش مبارزه ضد نژاد پرستی هم بشن. و یعنی به این دلیل که نجات پرستی مسئله اصلی آفریقای جنوبی به این معنا نیست که بنابراین سوسیالیست ها باید میرفتن پرچمشون رو گذاشتن کنار واسه اون میجنگیدن، ولی چنین سوسیالیسمی نه تنها در آفریقای جنوبی بلکه در تمام دوره جنگ سرد به نظر من در هیچ کجا شما مشاهده نمی کنید. مثل خود انقلاب 57 که ما با گرایشات مختلفی در چپ اون موقع ایران روبرو بودیم که هیچ کدوم واقعا طبقه کارگری که اومد در انقلاب 57 محور اون شد و شوراها رو پایه گذاشت و غیره اون رو نمایندگی نمی‌کردن. در آفریقای جنوبی هم مسئله به همین شکل بود. در حال تا جایی که به نقش ماندلا مربوط میشه نمیشه گفت که خب ماندلا چرا نرفت پرچم سوسیالیسم و انقلاب سوسیالیستی رو بلند کنه. باید مبارزه ضد آپارتاید حل و فصل میشد و به جایی میرسید و ماندلا این نقش رو داشت. اینم بگم که بعد از به قدرت رسیدن کاملا نسخه های بانک جهانی و فریدمنیسم و غیره در آفریقای جنوبی پیاده شد. الان آفریقای جنوبی یکی از کشورهای پنج کشور به اصطلاح موفق سرمایه‌داری دنیا است، کشوری که بهش میگن کشور بریکس، آفریقای جنوبی یکی از اونهاست و
مندلا نقش فعالی داشت در این که این نسخه به حساب بانک جهانی در آفریقای جنوبی پیاده بشه. از این نقطه نظر دیگه شاید همون تحگیرایشات یا تمایلات سوسیالیستی حالا به هر معنایی هم که داشت بعد از به قدرت رسیدن به اصطلاح واقع بین شد و فهمید که به اصطلاح بعد از سرنگونی آپارتاید نژادی ظاهرا حالا نوبت رشد سرمایه ها و رونق و غیره است و به این ترتیب آفریقای جنوبی به اصطلاح بعد از سرنگونی رژیم آپارتاید قطبی شد، جامعه قطبی شد، بین دو قطب کار و سرمایه و ماندلا تو قطب سرمایه قرار داشت. ببینید شاید به خاطر همین که ماندلا بعد از اینکه پست رئیس جمهور شد کارهایی که در رابطه با سرمایه‌داری داخلی خارجی کرد، یه عده از چپ ایران دوباره اونو با رهبران اصلاح طلب تو ایران مثل نمیدونم خاتمی و موسوی مقایسه میکنه. فکر میکنه این مقایسه اصلا هیچ درست هستش؟ آخه برای اینکه شما بتونید یک کسی با مثلا خاتمی و موسوی و غیره مقایسه کنید باید یک رژیم اسلامی یا ولایت فقیهی رو فرض بگیرید. ماندلا خودش اگه بخوایم بگیم همون رهبره بود، همون فقیهه بود. ماندلا به صلاح نسبت به یک جناح دیگه در حکومت یا یک ستون فقرات حکومت که تو جمهوری اسلامی میشه بیت رهبری و ولی فقیه در این چنین رابطه قرار نداشت. ماندلا خودش رهبر اون انقلاب بود و بعد هم اولین رئیس جمهور بود. ولی غیر از این به نظر من مسئله بر سر این هست که اصلا قائم قیاس کنن مال فارقه، برای اینکه جنبش استحاله یا دوی خرداد یا سبزا یا بنفشه هر اسمی بذارید به هیچ معنای ترقی توش نیست. اصلاح طلبی فقط یه لباسیه برای حفظ نظام جمهوری اسلامی. این رو ما دیدیم. شما مثلا موسوی میگن اصلاح طلب شو، هیچ چیز اصلاحی تو حتی وعده هاش نمیبینید. قانون اساسی و مثلا دوره خمینی براش دوره ایداله. من نمیدونم با چه تعریفی میشه بگم چه آدمی اصلاح طلب کن. ببین ماندلا اینطوری نبود. ماندلا به اصطلاح مبارزه ضد آپارتایدش حرف نبود و یک لباس و پوششی نبود برای مثلا حفظ کل سیستم آپارتاید نژادی. کاملا برعکس، میخواست این سیستم رو بر بندازه، سرنگون کنه و این کار رو هم کرد. به این معنا هدف و آرمان و سیاستی که داشت مترقی بود، انسانی بود. میخواست بالاخره ستم نژادی رو در آفریقای جنوبی نقطه ختمی بگذاره و این کار رو کرد. من نمیدونم سبزها یا دوی خردادی ها چه دستاوردی دارن، چه کار کردن که بتونیم بگیم آهان اینا مثلا فرض کنید در دوره خاتمی مثلا اعدام ها کم شد، آیا قتل های زنجیره ای در دوره خود آقای خاتمی اتفاق نیفتاد و خود موسوی در دوره جنگ نخست وزیر نبود و اون کشتارها انجام نشد، اعدام ها خود ایشون به صدا یکی از مقامات مسئول جمهوری اسلامی بود، نخست وزیر بود در دوره اعدام های دهه 60 یا بقیه شون. روحانی هم که جای خود داره، اصلا خودش یکی از پایگزاران وزارت اطلاعات و غیره است. میخوام بگم به هیچ وجه نمیشه ماندلا رو با یه همچین آدمای مقایسه کرد. هر اندازه شما انتقاد داشته باشید از زاویه سوسیالیستی و کمونیستی که درست بگید ماندلا بعد از به قدرت رسیدن کاملا رفت تو کمپ سرمایه‌داری، میتونست اینطور نباشه، ولی اینطور شد. ولی این به هیچ وجه نباید تحت شعاع قرار بده مبارزه‌ای که اون کرد علیه آپارتاید جنسی و اون رو با کسانی مثل مثلا دوی خردادی ها در ایران بشه مقایسه کرد. فکر میکنید مسئله جنبش ضد آپارتاید رو میشه به یه معنی به مسئله فلسطین یا مسئله کردها تشبیه کرد که این در اصل این مسئله از یه نظر کاملا شبیه، چون ما در مورد فلسطین میدونیم مسئله به اصطلاح این که سرزمین فلسطینی‌ها رو گرفتن و میلیون‌ها انسان رو آواره دنیا کردن و به عنوان یک ملت به رسمیتشون نشناختن یک مسئله کاملا مهم و مسلطی هست به اوضاع سیاسی در فلسطین. حالا فلسطین رو به هر معنی الان بالاخره یه نوع فلسطینی وجود داره، نوار غزه و کرانه غربی و بهش مثلا یک نوع دولتی اونجا سر کاره، گرچه به هیچ وجه هنوز عنوان دولت مستقل فلسطینی نمیشه بهش اشاره کرد. ولی مسئله است، یعنی مسئله دولت، برخورداری از دولت و به رسمیت شناختن حق فلسطینی، لااقل مردم فلسطین لااقل در بخشی از اون سرزمینی که دارن، برای اینکه بتونن مثل یک
کشور زندگی کنن، این اصل قضیه است، این مسئله محوری توده های مردم فلسطینه. در فلسطین هم مثل آفریقای جنوبی زمان نجات پرستی مسئله به عرب و اسرائیلی تقسیم نمیشه، به طور واقعی سرمایه داران هستن و کارگران. کارگر میتونه عرب باشه، میتونه اسرائیلی باشه، سرمایه دار هم همینطور. مسئله در فلسطین اینه. ولی تا زمانی که مسئله فلسطین حل نشه، یعنی این آوارگی و این محروم کردن توده مردم فلسطینی از اینکه سرزمین خودشون داشته باشن، همچنان این تحت شعاع قرار خواهد داد ستم طبقاتی و تبعیض طبقاتی رو. و به این معنا قابل مقایسه است با آفریقای جنوبی. تا اون مسئله حل نشه، به نظر من مسئله فلسطین حل نمیشه. مسئله کرد به اون شدت مسئله فلسطین نیست. مثلا در ایران مسئله کرد این جایگاه نداره که مثلا بگیم الان برای توده های کارگر یا مردم در کردستان ایران تا مسئله ستم ملی حل نشه اینا نمیتونن مسائل دیگه رو در دستور بذارن. اینجور نیست. عملا جامعه کردستان جامعه است خیلی چپ، کمونیسم درش قویه و در انقلاب 57 دیدیم امروز هم همینطوره. ولی ممکنه مثلا کردستان در بخش های دیگه اینطور نباشه. در حال مسئله کردستان متفاوته، ولی تا اونجایی که علل عموم میشه گفت به ستم ملی مربوط میشه، ما همیشه ستم ملی رو، یعنی ستم در حق مردمی که منصوب به اقلیت‌های ملی هستند در کشور دیگر رو یک مانع میدونیم در سر رشد و گسترش مبارزه واقعی مردم بسیار خواستای واقعیشون، یعنی مبارزه علیه سلطه سرمایه‌داری. این مانع و این مانع باید حل کرد و به همین خاطر کمونیست‌ها همیشه به این مسئله واسهشون مهمه. راه حل‌ها، شعارها و خواستای خودشون دارن برای حل مسئله ملی. این علل عموم هم در مورد فلسطین درسته و هم در مورد مردم کردستان در هر چهار پارچه این صدق میکنه. به عنوان آخرین سوال، درس‌های انقلاب، درس‌های جنبش ضد آپارتاید تا اینجا که به ایران مربوط میشه، ببینید حدودا بعد از 20 سال از انتخاب مندلا به ریاست جمهوری در سال 2012 آگوست سال 2012 که رژیم آفریقای دولت آفریقای جنوبی تو چش در مرحله عام دنیا 38 نفر فکر کنم کارگر معدن رو به گلوله بست، فقر و بدبختی داره تو آفریقای جنوبی بیداد میکنه و واقعا این سوال هستش که چرا اینجوری شد و اینی که این چه درس های ما میتونیم برای مردم ایران و مبارزه ای که مردم برای علی جمهوری. به نظر من اولین درس هم نکته که اشاره کردیم تو ساعت قبلی هم، اولین درس اینه که مسئله واقعی اصل ما، دنیای ما، تو هر کشوری مهم نیست کجا، سان سومی، عقب مونده، پیش رفته، مسئله سلطه سرمایه داریه، نظام سرمایه داری. اگر مصیبت های دیگه هست مثل خود نجات پستی در آفریقای جنوبی، نجات پستی در آفریقای جنوبی ریشه هاش بردهداری دوران یونان قدیم و روم قدیم نبود، سرمایه‌داری امروز بود. سرمایه‌داری بود که به بیگاری سیاه‌پوستا احتیاج داشت برای اینکه ثروت های عظیمی به جیب بزنه و به این خاطر آپارتاید نژادی رو حفظ کرد. یا در ایران حکومت اسلامی به خاطر مثلا نظام فئودالی یا اربابی قرون وسطایی نیست، حکومت اسلامی به ضروریات و نیازهای سرمایه‌داری امروز در ایران داره جواب میده. به این معنا یک واقعیت رو نشون داده انقلاب آفریقای جنوبی که گرچه میتونن مردم بلند بشن انقلاب کنن بر مبنای برای رفع بعضی از مثلا تبعیضات یا ستمهایی که در جامعه وجود داره، ولی مسئله توده مردم با این چیزا حل نمیشه، ممکنه حتی بدتر هم بشه. همونطور که میگید خب سابقه رژیم آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی پر است از شلیک به مردم، به کارگران، به کشتار. این رو ما در سال 2012 مشاهده میکنیم در به اصطلاح آفریقای جنوبی آزاد شده. درس و نتیجه که برای مردم ایران داره این هست که در اینی که ما باید بریم مبارزه کنیم برای سرنگونی یک حکومت اسلامی، برای یک حکومت کاملا سکولار، جدای مذهب از دولت و کلن جمع کردن این بساط آخونده و غیره، ولی باید مردم بدونن که این راه حل مسئله تبعیض فاحشی که الان بین یک اقلیت مفقر و میلیاردر وجود داره و توده مردمی که با یک چندم زیر خط فقر هم دستمزدشون نیست، این حل نخواهد شد خود به خود. جمهوری اسلامی و حکومت مذهبی حافظ این نظام هست، ولی تنها شکل حفظ این نظام نیست. میتونه کسی بیاد با پرچم سکولاریسم
و واقعا هم دولت سکولار در این روی کار بیاد، ولی فقر، استثمار، بی‌حقوقی، حتی سرکوب، اختناق سر جای خودش بمونه. تاریخ 100 ساله ایران از انقلاب مشروطه تا امروز کاملا شاهدی است بر این واقعیت که مدام حکومت‌ها یا ناسیونالیست‌ها روی کار اومدن یا مذهبی‌ها، اون چیزی که سر جای خودش مونده سرکوب مردم یا سلطنت داره. حکومت مذهبی داشتیم، ولی اون چیزی که سر جای خودش مونده فقر و بی‌حقوقی و اختناق و سرکوب. این به نظر مهمترین درس انقلاب ضد آپارتاید آفریقای جنوبی و برای ایران به خصوص این مهمه، چون ما در ایران هم الان یک رژیم آپارتاید داریم، آپارتاید جنسی، یک رژیم مذهبی. مبارزه علیه این رژیم از مبارزه علیه سرمایه‌داری جدا نیست و باید کل این نظام رو، جمهوری اسلامی با نظام سرمایه‌داری، باید کنار زد، سرنگون کرد، در هم کوبید و به جاش یک نظام نه تنها سکولار بلکه نظام سوسیالیستی، آزاد، انسانی و با تحقق آزادی و برابری در کل جامعه رو به جاش نشوند. همه تقوی با تشکر از حضورتون در این برنامه و همچنین شما تشکر از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. آنچه را که دیدید و شنیدید برنامه از برنامه پرسش بود تحت عنوان ماندلا و جنبش ضد آپارتاید. من محمد کاظمی هستم، به اتفاق همکارم سحر آزاد، براتون شب و روز خوبی را آرزو میکنیم.